همونطور که پیشتر هم گفتیم، پخش برنامه تلویزیونی مظنونین همیشگی که درباره فعالان محیط زیست زندانی در ایران بود متوقف شد. قرار بود که این برنامه دیروز دوباره پخش بشه، اما اون هم پخش نشد. واکنش‌های بسیار زیادی داشته در گزارش مریم افشنگ دیدیم پیشتر. اما حالا برای بحث بیشتر در این مورد، رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی از ونکوور کانادا به ما پیوسته، و از تهران محمد حسین آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی. آقای سید امامی، من در ابتدا دوست دارم واکنش شما رو به این برنامه تلویزیونی که چند دقیقه بیشتر ازش پخش نشد بشنوم. سلام. راستش برای ما صحنه اولی که مادرم اون مجری برنامه رو که دید گفت این همون شخصی بود که منو داشت بازجویی میکرد تو خونمون، و باورم نمیشد. یهو مامان که اینو گفت متوجه شدیم که این آقای، اگه شما نکنم، علی رضوانی که خبرنگار صدا و سیما شبکه صدا و سیما هستش، همون روزی که بازی فوتبال ایران و پرتغال بود برای جام جهانی، که اینم قبلا مستند شده بود که ریختن خونه ما یه سری و با 7-8 تا جعبه رفته بودن تو زیرزمین که نمیدونم صحنه سازی کنن با دوربین و اینا، یه تیم 20 نفری اطلاعات سپاه که خونمون اومدن، این آقای مجری هم همراه اونا جزء تیم بازجویی بود که مامانم نشوندن جلوی دوربین و زیر فشار هی ازش سوال کردن که بله شوهرش اعتراف کنه، یا ازش میپرسن که این کیه تو اون عکس، یا از اینجور سوال ها، تا جایی که مامانم انقدر حالش بد شد که یه نروس بریک داون داشت و مجبور شدن که ببرنش بیمارستان. و یه سری عکس هم از منظر شما بردن که بعداً استفاده شد در یه برنامه تلویزیونی دیگه‌ای به اسم منطقه ممنوعه که چند ماه پیش در تیر ماه پخش شد. شما شکایتی فکر می‌کنم وکیل خانواده شما در تهران کرد راجع به اون برنامه، اون به کجا رسید و آیا قصد دارید دوباره شکایتی هم بکنید یا نه؟ بله، خب این خیلی کار واقعا شرم‌آوری بود از سمت صدا و سیما که دو روز بعد از فوت پدر من میان همچین فیلمی و با همچین مضمونی در مورد ما توی تلویزیون ملی پخش میکنن، و تمام این مسائلی که اونجا مطرح کردن واقعا برای ما عجیب غریب بود که چرا اینا زودتر یک دونه سند رو نکردن که بگن اگه خلافی در کار بود. بعد از تمام بی احترامی ما تصمیم گرفتیم که شکایت بکنیم از صدا و سیما، و همونجور که میدونستیم نتیجه‌ای نداشتش. باز هم شکایت خواهیم کرد. میدونم بیشتر حالت سمبولیک داره واقعا همه این کارا، ولی قصد این کار در اصل اینه که نشون بدیم که آقا حتی اگرم شکایت بکنید این آدما واقعا به جایی نمیرسه، نتیجه ای نخواهد داشت. یعنی این قوه قضاییه، اون عدالت واقعا یک جوکی بیشتر نیستش. اون با فقط برای اینکه نشون بدیم که به هیچ جایی نمیرسه داریم این شکایت رو هی انجام میدیم. در اون چند دقیقه ای از این در واقع مظنونین همیشگی که پخش شد، اصولا فکر میکنید چرا متوقف شد؟ خب چند دقیقهش پخش شد، متوقف شد و دیگه پخش نشد. آقای عبدی، روزنامه‌نگار در ایران، خیلی استقبال کرده از اینکه این مستند بقیهش پخش نشده و گفته حداقل کسانی هستن که همچنان نگرانند و جلوی چنین چیزی رو میگیرن. به نظر شما آیا حاکمیت جلوی پخش اون رو گرفته، یا اونطور که گفتن مشکل فنی بوده؟ این واقعیت داستان اینه که من نمیدونم چه دیتیلی هستش، ولی حدس میزنم که بالاخره یه اختلافای پشت صحنه هستش که باعث شده که این پخش نشه، و همونجور که پدر من به نظر خودم واقعا قربانی بازی قدرت پشت پرده این داستان شده، همینجور که ما به اطلاع من یه چیزایی رسیده بود که می‌خواستن یه سری آدمای توی فیلم پخش نشه، برای همین جلوگیری کردن، یا داستاناشون تو همون 2-3 دقیقه انقدر ایراد داشت و انقدر غلط داشتش که مثلا چه غلطی چه چیزی نظر شما رو جلب کرد؟ مثلا تاریخی که نشون دادن اصلا قبل از پخش خبر تاریخ ها غلط بود، روزنامه رو فتوشاپ کرده بودن، یعنی از این کارا اوردی داشتن میکردن، و خب چه جور مستندیه وقتی که همه چی رو دارین شما خودتون الکی در میارین؟ میدونی واقعا برای من، یعنی نمیدونم که اینا واقعا میخوان از این داستان خانواده ما بکشن بیرون و بذارن زندگیمون رو بکنیم. اینقدر دروغ، اینقدر اذیت و آزار، و ببینید برای ما واقعا بهترین انتقام تنها کاری که ما میتونیم بکنیم که زندگی خوبی بکنیم، چون واقعیت و تاریخ پدر منو قضاوت خواهد کرد. برای ما تنها کاری که الان میتونیم بکنیم اینه که با عشقی که به همدیگه داریم به زندگیمون ادامه بدیم، چون اینا حمله‌هاشون همیشه ادامه خواهد داشت. مادر شما چند هفته پیش از ایران بالاخره خارج شدن بعد از ماها، یا نمیدونم که به سال رسید، که عملا اجازه نداده بودن به ایشون خارج بشن. چه شد که مادرتون تونست بالاخره خارج بشه از ایران؟
واقعیت داستان اینه که مامان بعد از اینکه به طرز غیرقانونی ایشون رو نگه داشته بودن و ممنوع خروج کرده بودن، ما انواع اقسام شکایت ها کردیم و پیگیری هایی کردیم که این حل بشه. و همونجور که پدر ما رو یه سری آدم اومدن بردن و به ما یک بعد از فوتش به ما پسش دادن و هیچ وقت خبر ندادن که اصلا برای چی و اتفاقی چی افتاد، همونجور در مورد کیس مادرم که اصلا بدون هیچ دلیل و هیچ چیز توجیه کننده ممنوع خروجش کردن، همونجور اصلا نمیدونیم، نه کسی به ما دستوری داد که ایشون ممنوع خروجش رفت شده یا نشده و کلان رفتیم و خودمون پیگیری کارا کردیم توی سری دادگاه و این چیزا و یه پاسپورت جدید گرفتیم و مامانم واقعا همینجوری گفتم بره فرودگاه و همینجوری رد شد رفت. یعنی اصلا به این همه سادگی بود واقعا داستان. یعنی خودمونم رویمون خبر نداره که چجوری این اتفاق افتاد. بله، ممنون از وقتتون آقای سید امامی. هم اجازه بدید از آقای آقاسی، وکیل خانواده سام رجبی، راجع به وضعیت بقیه این زندانی های محیط زیستی بپرسم. از دادگاه اونها عملا کمتر اطلاعاتی بیرون میاد، شما چه اطلاعاتی دارید تا امروز؟ بر اساس اونچه که در بین وکلای محترم پرونده و همینطور در دادگاه رخ داده، خوشبختانه محاکمات پایان یافته و اطلاع دارید که در چند نوبت فترتی افتاد بین محاکمه‌ای که داشت انجام می‌گرفت، در حالی که وقتی پرونده‌ای زندانی دار هست، دادگاه وقتی که محاکمه رو شروع می‌کنه باید بدون هیچ گونه تعطیلی بین اونها ادامه بده تا حکم صادر بکنیم. اما دو سه بار این کار عقب افتاد و تصور ما این هست که یک شفه و انفعالاتی داشت صورت می‌گرفت که به نفع متهمین ظاهراً نتیجه داد و اطلاع دارید که افساد فعل عرض، اتهام بسیار نادرست و غیر واقعی که نسبت به 4 نفر از اینها وارد شده بود برداشته شد و سایر اتهامات برقرار هست. محاکمه انجام شده، آخرین دفاع هم از همه اینها گرفتند. برخی از اینها وکلای تسهیلی داشتند، برخی وکلای انتخابی، ولی به هر حال من و دیگه در دادگاه وقتی داستان تموم شد اجازه ندادن که همچنان در خدمت موکلم آقای سام رجبی باشم و او وادار شد که منو از وکالت خودش معاف بکنه و وکیل دیگری رو انتخاب کرد که از وکیلشون وکیل تسخیری هست در حال حاضر. بله تسخیری هستش، البته وکیل خوبی هست، اما به هر حال این که انسان پزشک و وکیل مورد اطمینان خودش رو و وکیل دلخواه خودش انتخاب کنه یک امر بسیار مهمی هست، هم در بهبودی بیمار و هم در نوع دفاعی که خود متهم میتونه در دادگاه بکنه با پشتگرمی. شما چه نشانه هایی از این میبینید که آقای سام رجبی فرمودین که تحت فشار مجبور شده که وکیلش رو عوض بکنه، نشونه ای وجود داشت؟ آیا خانواده ایشون چیزی به شما گفتن که ثابت میکردید مسئله رو؟ بله، تا حتی چند روز قبل از اینکه ناچار بشه از بکنه منو، به مادرش که ملاقاتش رفته بود گفته بود که من یا آقاسی وکیلم خواهد بود و یا اگر که اجازه ندن ایشون در دادگاه از من دفاع بکنه، من خودم از خودم دفاع میکنم، وکیلی رو نخواهم خواست. در یک توییتی که توسط یکی از عزیزانی که در قوه قضاییه هست انجام گرفت، در این توییت عنوان شد که آقاسی که وکیل نیست برای چی صحبت میکنه. من وقتی که متوجه شدم و سمت و پست ایشون رو هم مطلع شدم، ازشون خواستم که اگر من وکالتی ندارم، لطفا شما که از کسانی هستید که در ارتباط با قوه قضاییه و این پرونده ها هستید، بفرمایید که موکل من از وکالت عزل بکنه. 2 روز بعدش ایشون رو خواسته بودن و من عزل کرد و اون آقا هم آمد در توییتر گفت بله دیگه آقاسی وکیل نیست. من هم عنوان کردم که بله، بنا به در واقع الزام اجباری که ایشون شده، من دیگه وکیلشون نیستم. ولی خانواده‌اش همچنان من به عنوان وکیل خودشون و وکیل سام میدونن، اما در همچنان اتهامی که متوجه اینا هست، اتهام همکاری با دول متخاصم گفته شده، اونم اتهام سنگینی است، ولی شما به نظر میرسه امیدواری دارید که اون اتهام هم رفع بشه. ببینید، اینها ظاهرا در یک سمیناری شرکت کردن در آمریکا و این رو به عنوان ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اینها تلقی کردن. بسیاری از این پرونده هایی که عنایت بفرمایید، من پرونده های متعددی داشتم در
این مورد که تلقی میکنن که این ارتباط با دولت متخاصم آمریکاست، در حالی که با برخی از سازمانها و نهادهایی هستش که حداقل برای متهم مشخص نیست که این وابسته به آمریکاست و تا علم نرسیده باشه متهم و در واقع عنصر معنوی جرم وجود نداشته باشه ما نمیتونیم چنین کسی رو مشمول اون ماده قانونی بدونیم و بگیم که این ارتباط داشته با اون دولت متخاصم آمریکا. بله آقای سید امامی، خیلی کوتاه اگر بفرمایید واکنشتون رو به در واقع دادگاهی که داره تشکیل میشه برای همکاران پدرتون. واقعا میگم بعد از 660 روز اینا هنوز هیچ سندی نتونستن رو کنن که خلافی انجام شده از سمت اینا. کل رابطه و کارهای اینا با سازمان محیط زیست و حتی وزارت اطلاعات همیشه خیلی شفاف و روشن بوده و اینا وظیفه داشتن که اصلا همه پروژه هاشون رو با تایید این دو سازمان انجام بدن و همش روی رکورد هستش و میگم خیلی واقعا ناراحت کننده است که این بچه‌هایی که اینقدر دلسوزن و زحمت کشن برای کشورشون با عشق به فکر محیط زیست و حیوانات بودن به همچین روزی اومدن. این پدر خود من آدم بوده که از کل زندگیش خدمت کرده به ایران، از جنگ ایران عراق ترکش خورده تا آخرش که درس میداد و کار فرهنگی و محیط زیستی میکرد با مجسمه براش میساختن به جای اینکه اینجوری تو زندان بکنن و این اتفاق براش بیفته. ممنونم از لطف و وقت هر دوی شما عزیزان، رامین سید امامی فرزند کاووس سید امامی و محمد حسین آقاسی وکیل خانواده سامی رجبی از تهران.